سرخط خبرها. افتتاح کار ساخت ساختمان بخش معافیت کتلوی صد هامه در غزنی. جان باختن 11 خبرنگار در 6 ماه نخست امسال در افغانستان و نگرانی خبرنگاران غزنی از این تهدیدها. و امیدواری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تماس با ایران. سلام و شب بخیر. امروز چهارشنبه 27 ماه سرطان سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من توریالای تابش هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. کار ساخت ساختمان بخش معافیت کتلوی ریاست صد هامه غزنی افتتاح شد. این تعمیر دارای 3 شعبه، اتاق مجلس و سایر ملحقات است که از سوی ریاست صد هامه غزنی به همکاری مؤسسه یونیسف در این ولایت اعمار خواهد شد. صدیق حقجو در این مورد گزارش می‌دهد. سنگ تهداب ساختمان معافیت کتلوی صد هامه غزنی امروز با حضور مقامها و مسئولان محلی غزنی به زمین گذاشته شد. این تعمیر دارای 3 شعبه، اتاق مجلس و سایر ملحقات است که به هزینه 15.5 میلیون افغانی از سوی صد هامه به همکاری مؤسسه یونیسف در محافظه ساختمان شفاخانه جدید ولایتی ولایت غزنی ساخته خواهد شد. د دغه لوی پروژې پرانیسته د غزنی ټولو معزز ولسونو د عامر اختیار ریاست خاصتا د کتلوي معافیت د برنامه مسؤولینو کارکوونکو ته د زړه د کومې ویم او انشاءالله دا د غزنی د ولایت په انکشاف کې یو لوی قدم او ګام بولو. سنگ تهداب این بخش در حال به زمین گذاشته می شود که کار ساخت تعمیر جدید شفاخانه ولایتی ولایت غزنی نیمه کاره باقی مانده و شهروندان این ولایت و ولایت های همجوار با مشکلات جدی از ناحیه نبود شفاخانه معیاری مواجهند. در 6 ماه نخست امسال 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران با نشر گزارش از وضعیت خبرنگاران در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی اعلام کرده است که در این 6 ماه 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. این نهاد 6 ماه نخست سال 2018 را خونین ترین ماه ها برای جامعه رسانه‌ای افغانستان عنوان کرده و گفته است که در این مدت 89 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است که در میان آن 11 مورد قتل خبرنگاران وجود دارد. در گزارش این نهاد آمده است که تمامی خبرنگارانی که در این مدت زمانی کشته شدند به صورت هدفمند و مستقیم مورد حمله قرار گرفتند. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران و اتحادیه خبرنگاران غزنی امروز در یک نشست خواهان رسیدگی به چالش های خبرنگاران شده و از معافیت ناقضان حقوق خبرنگاری سخت انتقاد می کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته است که در 6 ماه نخست امسال این نهاد 19 مورد توهین و بدرفتاری، 14 مورد لاتوکوب، 11 مورد زخمی شدن، 28 مورد تهدید، 5 مورد بازداشت و احضار و 1 مورد اخراج غیر قانونی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را ثبت کرده است. این نهاد میگوید که آمار ثبت شده افزایش 22% خشونت علیه خبرنگاران را نسبت به 6 ماه اول 2017 نشان می دهد. در 6 ماه نخست سال 2017 این نهاد 73 قضیه را ثبت کرده بود. کمیته مسئولیت خبرنگاران از نهادهای امنیتی و مدیران رسانه‌ای خواسته است که برای مسئولیت خبرنگاران به ویژه هنگام پوشش رویدادها و حمله های تروریستی اقدام های جدی را روی دست بگیرند. نظامیان آمریکایی یک مکتب را در ولایت میدان وردک بمباران کردند. مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که نظامیان آمریکایی عصر روز گذشته یک مکتب حرفه‌ای زراعتی را در منطقه زیولات ولسوالی جلریز بمباران کردند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک میگوید که طالبان مسلح در ولسوالی جلریز بر کاروان نیروهای آمریکایی حمله کردند که در نتیجه آن یک سرباز آمریکایی کشته شد و یک سرباز دیگر زخم برداشت.
با گفته منگل، نظامیان آمریکایی نیز در تلافی این حمله مکتب زیولات را مورد حمله هوایی قرار داد که در نتیجه آن چند طالب مسلح کشته و مکتب کاملا ویران شد. از سوی دیگر شریف الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک، بر رسانه ها میگوید که این مکتب سال گذشته در 3 طبقه و با هزینه 30 میلیون افغانی سوی وزارت معارف ساخته شد که بیش از 500 دانش آموز در آن مشغول درس بودند. نیروهای مأموریت حمایت قاطع و طالبان تا کنون در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. دوصد و پانزده عضو گروه داعش و طالبان در ولایت جوزجان کشته و زخمی شدند. مقام های محلی ولایت جوزجان میگویند که در نتیجه درگیری میان افراد گروه طالبان و داعش در دو روز گذشته در این ولایت تا کنون 215 تن از افراد این دو گروه کشته و زخمی شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید که در جریان درگیری دو طرف در دو روز گذشته 70 تن از اعضای گروه طالبان کشته و بیش از 60 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای غفوری همچنان گفته است که در این درگیری ها 52 عضو داعش نیز کشته شده است و 33 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته یه سخنگوی والی جوزجان، دو تن از اعضای گروه طالبان به شمول یک فرمانده این گروه به نام ملا گلجان روز گذشته سوی داعش در ولسوالی درزاب این ولایت سر بریده شدند. این در حال است که روز گذشته دو مهاجم عضو گروه داعش در ولسوالی صیاد ولایت سرپل نیست بر تجمع طالبان حمله کردند که در نتیجه 15 تن از اعضای گروه طالبان به شمول نور محمد رئیس، برادر قاری شیر محمد غزنفر، ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی صیاد کشته و 5 عضو دیگر گروه طالبان نیز زخمی شدند. از توجهتان بعد آشاهای خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.